خیزش سال 88 و درس های آن بخش دوم اعتراضات و مبارزات ضد دیکتاتوری سال 88 در 23 خرداد و پس از بیرون کشیدن نام احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات از صندوق ها به صورت خودجوش شروع کردید در چند روز اول مردم با شعار رای منکو در آکسیون های میلیونی در تهران سایر شهرها و شهرهای خارج از کشور حاضر شدند. اما از سی خرداد به بعد جنبش رادیکال گردید و شعار مرگ بر دیکتاتور و سپس شعار مرگ بر خامنه ای آغاز این رادیکالیسم را اعلام کرد. سران کشورهای غربی نظیر باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و گوردون براون نخست وزیر وقت بریتانیا که در روزهای نخست شروع خیزش پیام های همدردی با مردم ایران فرستاده بودند به محض رادیکال شدن جنبش خود را کنار کشیدند و عملا در حفظ جمهوری اسلامی کوشیدند در سی و یکم خرداد تظاهر کنندگان در کنار سردادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور، از برخورد انفعالی با نیروهای سرکوبگر دست برداشته و با آنها درگیر شدند. موسوی و خاتمی بلافاصله بیانیه‌هایی صادر کرده و مردم معترض را به قبول حملات کشنده مزدوران تحت عنوان خیشتنداری و دوری از خشونت فراخواندند. اما زنان و مردان جوان که نقش اساسی در پیشبرد ها داشتند، با تداوم دفاع از خود و حمله به معموران مسلح و جانی صف خود را هرچه بیشتر از پیروان موسوی جدا کردند. در تیرماه، در بیشتر شهرهای بزرگ همچون تهران آکسیون ها اشکال محلی به خود گرفتند تا از میزان تلفات کاسته شود. همکاری دلسوزانه ساکنین محلات به موفقیت تاکتیک جدید کمک کرد. پا به پای تعمیق و توسعه اقدامات وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم شعارها و آکسیونها عمق و دامنه بیشتری گرفت موسوی و کروبی برای جلوگیری از تعمیق مطالبات و گسترش خیزش در کنار صدور بیانیه های انفعال آفرین آکسیونها را نیز به این یا آن مناسبت محدود کردند اما در همین مناسبت ها نیز سرنگونی طلبان با سردادن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و پایمال کردن و به آتش کشیدن عکس های و خمینی در 27 شهریور روز قدس نشان دادند که موسوی و کروبی را نیز بخشی از حاکمیت اسلامی به حساب میآورند. نهزت عظیم ضد دیکتاتوری مردم ایران در زیر اقدامات توخش آمیز رژیم و کمبودهای خود فروکش کرد و سرانجام به شکست گرایید. جنبش سال 88 بزرگترین رویارویی مردم حقخواه و به تنگ آمده از ستم و استثمار و استبداد رژیم با مزدوران و سران جمهوری اسلامی بود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در روز نهم دی سال 91 در این مورد گفت که خطر اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از خطر جنگ هشت ساله رژیم جمهوری اسلامی و عراق برای جمهوری اسلامی بسیار بیشتر بود. اما محرومیت جنبش از داشتن یک حزب کمونیست و یک رهبری کارگری نقطه ضعف اساسی آن بود. کارگران و کمونیست ها البته به صورت آهاد و حتی در هیئت هسته ها و محافل در مبارزات شرکت وسیع داشتند اما علا رقم فداکاری ها نتوانستند در دل مبارزات تودعی تشکل های رزمنده و طبقاتی خود را شکل دهند این کمبود میدان را برای اقشار متوسط و اصلاح حکومتی که استراتژی جز حفظ رژیم از خطر انقلاب و دفاع از نظام سرمایهداری نداشتند باز گذاشت تا جنبش را از درون ضعیف ساخته و دست را به جریان مستبد حاکم ببازند گرچه جنبش 88 نیروهای رژیم را کاملا دوشقه کرد و بخشی را وحشیانه به جان بخش دیگر انداخت و پایه های اجتماعی کلیت رژیم را تضعیف نمود اما اصلاح طلبان حکومتی که از قدرت رانده شده بودند با موقعیتی که در درون صفوف این جنبش از آن بهرهمند بودند اجازه دادند تا جمهوری اسلامی علا رقم واقعیت مذکور سر پا بماند آنچه مورد اشاره قرار گرفت مهمترین درس خیزش سال 88 است که باید از آن آموخت تداوم مبارزات کارگری و تضعیف موقعیت رژیم در داخل و در منطقه این امکان را فراهم آورده تا قهرمانی های جنبش سال 88 و نقاط قوت های آن دستمایه مبارزاتی رادیکالی شود که هدف آن تغییر بنیادی جامعه یعنی گذر از نظام سرمایهداری و حرکت به سوی سوسیالیسم خواهد بود. گام اول چنین مبارزه ای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود.